بازداشت یک ایرانی در سوئد به ظن دست داشتن در اعدام‌های سال 67. در 60 دقیقه امشب می‌پرسیم آیا یکی از سیاه‌ترین پرونده‌های تاریخ معاصر ایران بار دیگر باز می‌شود؟ از کسی که این پرونده حقوقی را تشکیل داده درباره جزئیات آن می‌پرسیم و از یکی از بازماندگان اعدام‌های سال 67 درباره آنچه در گوهردشت گذشت. همچنین در برنامه امشب تعطیلی مدارس ابتدایی و پیش‌دبستانی تهران به دنبال آلودگی هوا، آیا درد هر ساله درمانی دارد؟ این سوال ما از یک کارشناس حوزه شهری است. ادای شهادت دیپلمات‌های ارشد آمریکایی در اولین جلسه علنی تحقیق درباره استیضاح، دونالد ترامپ می‌گوید این دادگاهی نمایشی است. و شیوه های جدید ممیزی و محدودیت های انتشار کتاب در ایران، بیانیه جدید اتحادیه ناشران درباره لغو مجوز آثار یوال نو حراری و الیف الیف شفق. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. امروز دادگاهی در سوئد حکم بازداشت یک ایرانی به نام حمید نوری را به ظن نقش داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 1367 تمدید کرد. به گزارش رسانه‌های سوئد این فرد روز شنبه به محض ورود به این کشور بازداشت شده. دادگاه گفته بازداشت آقای نوری دست کم به مدت یک ماه تمدید شده تا شاکی‌های پرونده بتواند مدارک بیشتری علیه او جمع کنند. شاکیان که امشب سعی می‌کنیم با تعدادی از آنها صحبت کنیم می‌گویند حمید نوری با نام مستعار عباسی در زمان این اعدام‌ها دادیار زندان گوهردشت بوده. آقای نوری در دادگاه نقش داشتن در جریان اعدام‌های سال 67 و داشتن هر گونه مقام در زندان رو تکذیب کرده. این اولین باری است که یک ایرانی به ظن نقش داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 بازداشت می‌شود. بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از ژیار گل با این توضیح که این گزارش ممکنه حاوی تصاویری باشه که برای شما ناراحت کننده باشه. در تابستان 1367 هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی با فتوای آیت الله خمینی در عرض چند دقیقه محاکمه و به جوخه‌های اعدام سپرده شدند. آنان در گروه‌های دست جمعی و مخفیانه دفن شدند. عفو بین الملل می‌گوید بیش از 30 گور دست جمعی در سراسر ایران وجود دارد. مادرم یک ماه دنبال اینا تو تمام زندان‌ها می‌گشت. بعد از یک ماه برگشت بابول که همین مثلا اواخر مرداد بود، گفتش که من پسرام نیستن، شما به من گفتین این زندان هستن، سریع ملاقات بدیم، من نمیتونم، من دیگه تحمل ندارم، من مادرم آخه ما باید پاسخ بدیم. برای رهبران جمهوری اسلامی آنون دشمنان قسم خورده بودن. وقتی جواب نمیدم حقوقی و آقا اونجا توی دادگاه اون قاضی خوب عمل کرد، اون قاضی بد عمل کرد، نمیدم پرونده خوب بسته شد، خب بله این قوه قضاییه امروز هم شاید خیلی ضعف داشته باشه، یه جا اشتباه کرده باشه. این حرفا چی الان تو کشور ما میزنیم؟ بعضی‌ها گفتم آقا تاریخ اینه دیگه، این متن تاریخه. مصطفی پور محمدی وزیر سابق دادگستری و ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه دو تن از اعضای کمیته‌ای بودند که حکم اعدام هزاران زندانی را در دهه 60 صادر کردند، کمیته‌ای که به هیئت مرگ شهرت دارند. یکی دیگر از آنها حمید نوری نام دارد. دادگاهی در سوئد او را به ظن کشتار زندانیان بازداشت کرده. او اولین کسی است که پس از 3 دهه به این اتهام دستگیر می‌شود. به نظر من بزرگترین جنایت این بخشی از نوار صوتی آیت الله حسین علی منتظری در بحبوحه اعدام ها با بعضی از اعضای این کمیته در سال 67 است. به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ میمیزن. آیت الله منتظری قام مقام وقت رهبر تنها مقام بلند پایه ایران بود که به این اعدام ها اعتراض کرد، موضعی که باعث شد آیت الله خمینی او را عزل کند. گورستان خاوران، جایی که گور جمعی و بینام بسیاری از کشته شدگان سال 67 آنجا قرار دارد. 3 دهه فریاد خانواده ها و بازماندگان در این گورستان شنیده نشد.
دستگیری اخیر در اروپا میتواند یک آغاز باشد برای عدالتی که بازماندگان میخواهند و اجرایش دهه ها به تأخیر افتاده. ژیورگول، بی بی سی. برای بحث بیشتر در این مورد کاوه موسوی اینجا با ماست. او قاضی دیوان بین‌المللی داوری و استاد سابق حقوق بشر دانشگاه آکسفورد هست و همینطور مهدی اصلانی فعال سیاسی و از جام به در بردگان اعدام‌های 67 از فرانکفورت آلمان به ما پیوستن. خوش آمدید هر دو. آقای موسوی، عملا چه اتفاقی افتاد؟ شما در جریان این پرونده بودید، خودتون کسی بودید که دادستانی سوئد رو در جریان قرار دادید، کمی بهمون بگین که چی شد؟ من کیفرخواستی آماده کردم بر اساس اسنادی که دوست عزیزم ایرج مصداقی به من داد و با اتکا با اون اسناد مصاحبه با چند تا از قربانیان، از اونایی که زنده موندن، جان قصر دادن و با اتکا با اسناد ایران ترایبیونال که دوستان من حمید صبی، پیام اخوان و کاوه شاهروز در 2011-12 در جریانش بودن درستش کردن و منبع بسیار غنی است و منبع دیگری بنیاد برومند که قاضی جفری رابرتسون رو استخدام کردن که گزارشش بنویسه. اینا یک منبع بسیار قوی بود که با اتکا به اونها تونستیم دادستانی رو قانع کنیم که آقای نوری رو وقتی وارد سوئد شد بازداشت کنن. کار راحتی نباید باشه اصولا در واقع قانع کردن دادستانی. اولا شما چقدر مطمئن هستید شخصی که دستگیر شده حمید نوری همان کسی باشه که در زندان گوهردشت دادیار بوده و چطور تونستید قانع بکنید دادستانی رو که بازداشت او رو تمدید بکنه؟ چهار خب اگر دفاعش این باشه که من اون نیستم پس دیگه مشکل ما حل شده. من فکر کردم دفاعی دیگه خواهد داشت، مشمول مرور زمان بوده، نمیدونم اینا مطالب بودی در ایران اتفاق افتاده، ربطی به شما نداره. از این حرفایی که اینطور که خبرگزاری ها میگن ایشون رد کرده و گفته هیچ نقشی در قوه قضاییه یا در زندان گوهردشت نداشت. کدوم قاتلی میاد بگه من قاتلم و کدوم دزدی میاد بگه من دزدم؟ این که روشنه که عرض کردم اگر دفاعش اینه که ما مشکلی نداریم. بعد اسنادتون چیه؟ یعنی دقیقاً چه اسنادی رو ارائه کردید؟ من این عکس ایشونو بدون اینکه اطلاع بدم به کسانی که داشتم باشون مصاحبه میکردم نشون شدم، گفتم این کیه؟ اصلا تردید نداشتن که این آقای حمید عباسی است. عباسی اسم مستعاری بود که ایشون در زندان استفاده میکرد و خود این برای شما باید سوال برانگیز باشه. معمولا نیروهای اجرایی که امنیتی معمولا اسم دارن، شماره دارن، معلومه کیه. این سوال برانگیزه که دستگاه عدالت کشوری اسم قاضیش قایم کنه. این خود نشون میده که قاضی میدونه که داره جنایت میکنه و نمیخواد هویتش فاش بشه. فقط در جمهوری اسلامی همچین بعیده بشه. من اونقدر مطمئن هستم به این محتوای این پرونده که بدون مالقه 6 ساعت طول بیشتر نکشید که دادستانی سوئد و قانع کنم که این آدم اونه. چون قبلا تمام خیال ما این بود که این آدم داره میاد آلمان. کار این آدم در آلمان این بود که یه دونه پروانه وکالت از ایران داره و همیشه میرفت آلمان. تا صبح اون روز بنده خبر نداشتم که این آقا داره میره سوئد. ولی همین که در 6 ساعت تونستیم دادستانی رو قانع کنیم، این باید به شما یه چیزی بگه که این ما مطمئنیم این حمید عباسی نوریه و در قطعای 67 نه اعدام های 67، اینا اعدام نبودن، اینا قتل بودن. اعدام بعد از یک روال قضایی شناخته شده است، اینا قتل هستن. در قتلای 67 ایشون نقش بسیار موثری داشته. اجازه بدید آقای اصلانی هم وارد بحث بکنیم. آقای اصلانی، این آقای حمید نوری یا حمید عباسی آنطور که اسمشون هست، شما در گوهردشت بودید، آیا این فرد رو دیدید اونجا؟ در تاریخ ششم شهریور 1367 در زندان گوهردشت که دومین روز چپکشی در این زندان بود، چپکشی در تاریخ 5 شهریور در زندان گوهردشت کلید خورد. در تاریخ ششم شهریور از توی اتاقی که ما رو درش جای داده بودن تعدادی از زندانی ها رو، آقای حمید عباسی با نام شناسنامه‌ای که امروز مشخص شد حمید نوری باشه، درب اون اتاق رو باز کرد و گفت 10 نفر اول به نزد هیئت و نه دادگاه، حتی چون دادگاه با آدمی
به یک معنا گارد میده که برای چی دارن در دادگاهی میکنن زندانی حکمدار رو. هیئت رو من برای بار اول اونجا شنیدم و من و بقیه دوستانمون هیچ تصوری از هیئت نداشتیم که این چگونه هیئتی است که ما رو دارن به نزدش میبرن. 10 نفر رو خود ایشون سوا کرد، یعنی لیست هم نداشتن، همینطور گفتن تو. یکی از اون 10 تن من بودم که از اون لابیرنت ها و کوریدورهای زندان گوهردشت در طبقه فوقانی ما رو بردن به طبقه همکف. ایشون هدایت کرد به طبقه همکف، جایی که اتاق هیئت مرگ بود، هیئت مرگ اونجا مستقر بود. ما رو به روی زمین نشوندن و تحویل نگهبانی داد و خودشون رفتن و اون نگهبان یک به یک ما رو به داخل این اتاق برد که خب به موضوع این لحظه نیست که من توضیح بدم. ایشون در واقع به عنوان معاون شیخ مقیسه یا ناصریان که ما به اسم ناصریان میشناختیم در زندان گوهردشت فعالیت میکردن، یک معنا کمک دادیار بودن و یکی از عوامل اجرایی هستند و نه آمرین. و این رو من تأکید میکنم که هنوز آمرین اون همه کشی بزرگ کماکان بر مسند قدرت هستند و کماکان ارتقاء مقام و ارتقاء پست گرفتن. حمید نوری یا حمید عباسی به واقع گماشته میتوان گفتش که آقای ابراهیم رئیسی بود در اون به صلاح کشتار. آیا این تنها باری بود که ایشون رو دیدید یا برخوردهای بیشتری با ایشون داشتید در زندان گوهردشت؟ زندان بعد از آن هم که تمام زنده ماندگان رو در زندان گوهردشت به زندان اوین آوردن، ایشون به عنوان کمک دادیار و دادیار از شماری از زندانیان در واقع بازجویی مجدد کردن. از جمله من یک بار دیگه هم کوتاه در اتاقی که ایشون به عنوان دادیار مستقر بود، من در حقیقت اونجا اومدم. افسون از همه اینها که پرسش شما هست، به دادگاه کشاندن حمید نوری در یک کشور آزاد رو به یک معنا میبایستی که پیروزی یک صدا ما بخونیم، صدایی که از آن همه دردمند آرزومندان عمر حکومت اسلامیه که آرزوی جز دادخواهی عادلانه و مجازات عادلانه جانیان رو ندارن. تنها چیزی که الان منتشر شده از ایشون و بیرون هست و میشه دید، یک عکس پاسپورت ایشون هست که الان بیرون اومده. تصاویر دیگه هم از ایشون پاسپورت شباهتی تصاویر دیگه هم اومده، شباهتی در این عکس ها میبینید با آنچه که چون 31 سال گذشته از اون واقعه دیگه؟ تصویر دیگری که در حقیقت از ایشون منتشر شده امروز در داخل هواپیما روی صندلی نشستن که عکس جدیدی هست، در واقع شباهت قریب تام و چشمان من و حافظه من در حقیقت میگه که ایشون همون حمید عباسی بودش که به عنوان کمک دادیار در زندان گوهردشت در تابستون 67 در واقع. و اینجا نکته دیگه هم اشاره بکنم که دوستمون آقای کاوه موسوی گفتن که خب این میدونید که زندان دهه 60 جمهوری اسلامی اساسا اتاق مرگ و جهان این زندان رنگ ودا داره. کشتار تابستون 67 که به گونه هنجار جنایت در این حکومت فقهاست، پر از تاریکی و تباهی. چند ویژگی داشته این کشتار: یک، همه کشی، دو، کشف گور جمعی که در تمام آیین‌ها مذموم شناخته شده، و سومینش که مهمترین اینها بوده و سالیان سال بوده، سریت اون بوده و به عنوان یک راز دولتی هیچ دولت مردی در مورد اون کشتار صحبت نکرده. و الان خوشبختانه یکی از عوامل اجرایی نه در حالت عادی مقابل یک دادگاه در یک کشور آزاد قرار. برمیگردم به شما آقای حسنی. آقای موسوی، شما درخواست 1 سال تمدید این بازداشت رو کرده بودید که مدارک و در واقع ادلتون رو جمع بکنید علیه او. دادگاه به شما 1 ماه یا 4 هفته فرصت داده. در این 4 هفته میخواد چه کنید؟ ببینید، در این که پرونده مشکلیه، من شکی ندارم در یه دادگاه یه زبان دیگه، یه فرهنگ دیگه، تجربه تاریخی دیگه، برداشتی از حکومت قانون. ولی خوشبختانه امکانات که شورای مدیریت گذار در اختیار من گذاشتن که از امکاناتشون استفاده کنم و وکلای زیادی رو تونستم برای این کار بیارم و من امیدوارم از
وقتی که خبرش در اومده خیلی ها تماس گرفتن از ایران که ما اطلاعات دیگه‌ای داریم، استاد میگن خب شخصا من این کارو نمیتونم بکنم. تو یک ماه ببینید، من خواهش میکنم که توی با سایت شورای مدیر گذار تماس بگیرین، اطلاعات بدین. در یک ماه من تردیدی ندارم اونقدر به صحت ادعای ما، ادله ما و حافظه دقیق قربانیانی که آشوب روزن که من شکی ندارم توی یه ماه و ما این پرونده رو به جایی میرسونیم که با استاندارد، با میزان جنایی، نه مدنی، جنایی، بدونی که بدون جای تردید، به قول اصطلاح انگلیسیش beyond reasonable doubt برسونیم. اگر این اتهامات روزی برسه، یعنی بعد از این یک ماه ایشون تفهیم اتهام بشه، یعنی اون چی که در دادگاه اینجا میگن چارج بشه با این اتهاماتی که الان هست، فکر میکنی چه اتهاماتی رو دقیقا متوجه ایشون باشه؟ جنایت علیه بشریت؟ من پنج تا رو نوشتم. جنایت جنگی، چون در زمان حمله مجاهدین به ایران بود، فروغ جاویدان، اون عملیات مرصاد، جنایت بر علیه بشریت، شکنجه، نسل‌کشی و جرم مستمر پس ندادن جنازه ها، چون خانواده ها هنوز که هنوزه در زجرن بعد از 31 سال، چون بعضی امید دارن که هنوز بچه هاشون زنده هن. و این دیگه هر قدم وکلای چرب زبونی که جمهوری اسلامی برای این آقا بگیره بیان ادعا کنن، این ادعا رو نمیتونن بکنن که این آخری مشمولیت مرور زمان داره، بدن که جنازه ها هنوز پس داده نشدند. آقای اسرانی، دادگاه رسما خواسته از کسانی که اطلاعاتی دارن در این زمینه و ایشون رو فکر میکنن میشناسن جلو بیان، در واقع بیان و کمک بکنن به پروسه این دادرسی. اولا اینکه آیا خودتون میخواهید به سوئد برین و کمک بکنین، و در این حال چه کسان دیگری در گوهردشت بودن که الان زنده هستن بعد از این 31 سال که ایشون رو ممکن هست بشناسن؟ ببینید، بیشمار زنده ماندگانی از اون تابستان 67 خوشبختانه در اروپا زندگی میکنن و اینها همه میتونن به عنوان شاهد در هر دادگاهی شرکت بکنن، در هر دادگاه عادلانه. از من هم دیشب وکیل در واقع پرونده، یکی از وکلای پرونده در واقع خواست، من هم پذیرفتم. نمیدونم زمانش کی هستش. ببینید، فارغ از، من این رو بگم اینجا، فارغ از هر نتیجه‌ای که این بازداشت و دستگیری داشته، من تصور نمی‌کنم خیلی اتفاق عجیب غریبی بیفته با توجه به میز بزرگ قمار جهانی و فراخی که جمهوری اسلامی در اختیار داره، و آیا او رو معامله خواهند کرد، پس خواهند فرستاد، و موضوعات دیگری که در این 40 ساله عمر حکومت اسلامی باهاش کم و بیش رو در رو بودیم. اما فارغ از همه این به اصطلاح نتایجی که میشه براش متصور شد، دستگیری حمید نوری یا عباسی به عنوان یک عامل و به دادگاه کشوندن اون باید زمینه‌ای باشه برای محاکمه یک صدا و یک فکر که به غیر انسانی ترین وجه انسان دریده. جنایت و قتل در تمام جهان یک خوانش داره، و من فکر کنم که اتکای اصلی این دادخواهی آنچنان که تا این لحظه بوده میبایستی که به خانواده های در واقع جانباختگان و قربانیان باشه، کسانی که در ایران فراوان هستن. امکانی باید فراهم بشه فارغ از اقتدار ترس، اونها بتونن آزادانه در دادگاه های عادلانه شرکت بکنن، شهادت بدن، چون خانواده ها بسیار با این آقای حمید نوری یا عباسی دیدار داشتن برای وضعیت دادیاری فرزندانشون در دورانی که ایشون در مسند کار بودن. بله. اجازه بدید البته این توضیح رو هم بدم که بی بی سی فارسی با در ایمیلی به سفارت ایران در سوئد، ما از اونها خواستیم که اگر توضیحی دارن در مورد این پرونده و آقای نوری، بیان در برنامه شرکت کنن یا بیانیه‌ای به ما بدن. عملا به ما اطلاعی ندادن و جواب ایمیل ما رو ندادن. آقای موسوی، سوال آخرم از شماست. این بازداشتی که اتفاق افتاده چه پیامی میتونه داشته باشه برای افراد دیگه‌ای که دست داشتن در اتفاق دوران مسئولیت تموم شد؟ جهان قانون شموله است، قانون قانونگراست، قانون حافظه طولانی داره، بازوی خیلی خیلی طولانی داره، ولی در این حال قانونی که
متکی و مقید به اصول اولیه حقوق انسانی هست، در این حال حاضره که با شما کنار بیاد اگر همکاریتون رو با قانون شروع کنید. پیام این بازداشت این است که هر چه زودتر آنانی که در این جنایات نقش داشتن، نه فقط این، متاسفانه از فردای انقلاب اسلامی در این کار بودن، هر چه زودتر به جامعه برگردن و خودشون به عنوان مدل افریقای جنوبی دنبال این باشن که دنبال آشتی با جامعه باشن، بگن جنازه ها کجا هستن، مسببین این جنایات کجا هستن، میتونن انتظار داشته باشن که از جرمشون یه خورده کمتر بار تنبیهشون کمتر بشه. ممنون از هر دوی شما عزیزان، کاوه موسوی قاضی دیوان بین‌المللی داوری و مهدی اصلانی فعال سیاسی و از جانب دربردگان اعدام‌های سال 67. امروز مدارس ابتدایی، مهد کودک‌ها و مراکز پیشدبستانی و آموزش استثنایی تهران و شهرستان‌های ورامین، قرچک و پیشوا به علت آلودگی هوا تعطیل شد. سالهاست با شروع فصل سرما و وارونگی هوا میزان آلودگی هوا در تهران و بسیاری از شهرهای ایران بالا می‌رود. مریم افشنگ گزارش می‌دهد. هوای تهران آلوده است. مدارس ابتدایی و مهد کودک‌ها تعطیل شدند. این هوا برای کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری‌های قلبی و تنفسی دارند ناسالم و خطرناک است. آلودگی هوا در تهران و بسیاری از شهرهای ایران شاید تکراری باشد، ولی برای مردمی که در این شهرها زندگی می‌کنند هنوز عادی نیست. این فیلم را یکی از مخاطبان بی بی سی برای ما فرستاده. 20 آبان ماه 98، اینجا قله لزان غربیه، خط راست شرقی توتال. هوای کثیف تهران رو مشاهده می‌فرمایید. بیش از یک هفته از آلودگی هوای تهران می‌گذرد. هیچ راهی تو شرایط اینورژن که جریان باد تقریبا به حداقل میرسه و بارندگی نداریم، هیچ راهی جز کاهش تردد وجود نداره. یعنی ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای تولید کننده های آلاینده ها. این در شورای اضطرار هوای تهران مطرح شده، تصمیماتی هم گرفته شده. قرار شد ما 50% حمل و نقل عمومی رو تخفیف بدیم و هزینه ورود به طریق ترافیک افزایش پیدا خواهد کرد. سنگین برای مدتی که شرایط اضطرار داریم که معمولا ده شب به بعد تردد میکنن، که نقش زیادی تو ذرات معلق تهران دارن، براشون محدودیت ایجاد خواهد شد و انشالله باید هموطنانمون، همشهریانمون هم از خودروهای شخصی تک‌سرنشین کمتر استفاده کنن. رئیس پلیس راهنمایی رانندگی تهران بزرگ از افزایش 25% خودروهای شهر تهران در 3 سال گذشته خبر داد. در 3 سال گذشته در شهر تهران 4 میلیون خودرو وجود داشته که این عدد الان به 5,100,000 خودرو میرسد. با افزایش آلودگی، اختلافات بر سر چگونگی مهار این مشکل بین مقام‌ها و حتی بین مردم و مقام‌ها بیشتر شده است. بعضی بنزین‌های بی‌کیفیت را مقصر می‌دانند، بعضی تعداد زیاد خودروهای تک‌سرنشین در شهر را و بعضی مشکل را بر سر طرح ترافیک می‌دانند. مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران می‌گوید طرح جدید ترافیک تحت عنوان کاهش آلودگی هوا پس از انجام پژوهش‌های فراوان اجرا شد و به نظر ما این طرح بسیار موفق بوده و نمی‌توان با چند روز آلوده شدن هوا تصمیم گرفت طرح را عوض کرد. اما فرمانده انتظامی تهران بزرگ می‌گوید اگر لازم باشد پلیس طرح ترافیک جدید را خودش یک جانبه تغییر خواهد داد. اگر مسئولان شهری نظرات کارشناسی ندهند به خاطر آسایش مردم و جامعه، این طرح را خودمان با مواردی که در نظر داریم پیش خواهیم برد. سردرد، تهوع و مشکلات تنفسی از عادی ترین علائم افزایش آلودگی هوا برای مردم است. اما برای کسانی که مشکلات قلبی و تنفسی دارند، جانشان در خطر است و گاهی حتی مجبور به ترک تهران می شوند. جدای از آن، تهرانی ها میلیاردها تومان همه ساله هزینه آلودگی می دهند. شهرداری تهران زیان هر تهرانی از آلودگی هوا را $300 در سال تخمین زده. اما هنوز هیچ راه حل دائمی برای بهتر شدن شرایط پیدا نشده. لندن یکی از شهرهای آلوده دنیاست. من به عادت تهران دوست دارم هر روز با ماشین شخصی خودم بیام سر کار. اما قوانین سختگیرانه و البته پرهزینه مانع میشن. قیمت بنزین بالاست، هزینه ورود به طرح ترافیک زیاده و از همه مهمتر پیدا کردن جای پارک قبل از ساعت 7 عصر بسیار سخت و گرونه.
مثلا تو همین خیابونی که من وایستادم نهایت بشه 2 تا 4 ساعت پارک کرد. به خاطر همین من از خیر اومدن با ماشین خودم گذشتم و هر روز با مترو میام سر کار. مریم افشنگ، بی بی سی. علی رنجیپور، روزنامه‌نگار حوزه شهری از تورنتو کانادا با ماست. آقای رنجیپور، هر سال این مشکل وارونگی هوا در زمستان و آلودگی و تعطیلی مدارس، آیا این مسئله آلودگی هوا یک مسبب میشه براش نام برد که بشه رفت گردنشو گرفت، گلوشو گرفت و بگی مسبب تویی، خود مردم، دولت یا هر چیز دیگه، یا هوا حتی؟ یه مجموعه ای در واقع باعث شکل‌گیری این پدیده میشه. آلودگی هوا اولا که به هر حال تو شهرهای بزرگ یه چیز غیر عادی نیست، وجود داره. به هر حال وجود ذرات معلق در شهرهایی که مخصوصا تراکم جمعیتی بالا دارن مثل تهران که توی مساحت خیلی کوچیک جمعیتی بالغ بر 8 میلیون نفر جمعیت شبش و در واقع جمعیت روزش گاهی اوقات به 12 13 میلیون نفر میرسه، خب به هر حال آلودگی طبیعت این شهر هستش. اما این حجم از آلودگی، این شکل از آلودگی در واقع عادی نیست، یا لااقل میتونیم اینطوری بگیم که این نوع آلودگی هوا میتونه نباشه، میتونه بسیار تعداد روزهای آلوده، میتونه بسیار شرایط اضطراری مثل شرایطی که این روزها به وجود اومده کمتر از اینی باشه که الان هست. تردیدی نیست که عامل اصلی این آلودگی در واقع الگوی ترافیکی و حمل و نقل حمل و نقلی هستش که در شهر جریان داده. هم تعداد سفرهای شهری در تهران نسبتاً بالاست، روزانه چیزی در حدود 20 میلیون سفر انجام میشه، و همین که به هر حال هم مدت زمان طولانی هستش و اینکه اغلب این سفرها با وسایل آلاینده انجام میشه. حالا اگه بخوام به صورت تفکیکی بگیم، در از میون تمام این سفرهایی که انجام میشه طبق آماری که توی گزارش عمل کرده معاونت ترافیک شهرداری تو آخرین گزارش عمل کردشون بود، فقط 10% حمل و نقلی که در تهران، 10% سفرهای روزانه در تهران با مترو انجام میشه. خب طبیعیه وقتی در شهری 90% سفرها با وسایل نقلیه شخصی یا تاکسی یا اتوبوس که یا همه اینها الان دستن انجام میشن، خب نتیجهش هم همین وضعیتی هستش که ما میبینیم. دولت عملا چه میتونه بکنه؟ 5,100,000 خودرو در گزارش مریم هم بود که در شهر تهران تردد میکنن، بسیار رقم بالاییه. و بعد مشکل از اینجا شروع میشه که این خودروها اکثرا قدیمی هستن. مثلا در شهری مثل لندن خودروهایی که بیش از 4 تا 5 سال عمر دارن اگه بخوام وارد فضای مرکز شهر بشن باید جریمه بدن، کلی مشکلات ایجاد میکنن تا مردم زودتر ماشیناشون رو عوض بکنن. ولی در ایران دولت چه میتونه بکنه؟ میتونه الگوی وجود داره اصلا براش که بتونه اون رو دست بگیره و بر اساس اون جلو بره؟ ببینید روی کاغذ الگوی هستش. در واقع ما میتونیم بگیم که بیان شرایط و هر جایی لندن برای خودش قوانینی وضع میکنه با توجه به وضعیتی که داره، تورنتو که ما هستیم به یه نحو دیگه، در تهران هم به هر حال با وجود واقعیت‌های موجود که به هر حال حجم بزرگی از خودروهای ما خودروهای قدیمی و فرسوده هستن، باید با توجه به این واقعیت‌های موجود یه طرح و برنامه ریخت. مهمترینش اینه که یه شجاعتی میخواد مدیریت شهری، سازمان مدیریت شهری بیاد و کار علمی و کارشناسانه انجام بده. ما همین الان در زمینه طرح ترافیک میبینیم که وقتی میاد و یک طرحی پیاده میشه که یه مقدار پشتوانه علمی داره، از در همون روزهای اول چه مخالفت‌های بسیار سنگینی باش انجام میشه، تا اونجا که حتی پلیس تهدید میکنه که این طرح میاد و خودش با مسئولیت خودش لغو میکنه. به هر حال یه مقدار جسارت میخواد. هزینه سفر با خودرو باید در تهران افزایش پیدا کنه، هزینه پارکینگ باید افزایش پیدا بکنه، کما اینکه در تمام دنیا، در حتی در شهرهای آمریکایی که بر اساس خودروهای شخصی طراحی شدن نظام شهرسازیشون، هزینه پارک خودرو بسیار بسیار گران قیمت هستش، مخصوصا در مناطق مرکزی شهر. اما در تهران ما اینطور نمی‌بینیم. به هر حال باید هزینه استفاده از خودرو بره بالا، در عوض مترو، حمل و نقل عمومی، به خصوص مترو، به خصوص خطوط تندروی اتوبوس، اینها تقویت بشه، هم توسعه کیفی پیدا بکنه و هم توسعه کمی. ممنونم از وقت شما رنجیپور. علی رنجیپور، روزنامه‌نگار حوزه شهری از تورنتو کانادا با ما. در ایران اخبار غیر رسمی حاکی است که درآمد نفت از لایحه بودجه جاری سال آینده حذف شده. لزوم قطع وابستگی اقتصاد ایران به نفت را حکومت ده‌ها سال است که پیش کشیده، اما حالا تحریم‌های آمریکا عملاً چاره‌ای غیر از این برایش باقی نگذاشته. هرچند تأمین هزینه‌های عمومی در کشوری که بزرگترین منبع درآمدش طی سالیان گذشته همیشه نفت بوده، چالش بزرگی به نظر می‌رسد. مجید خیام‌دار گزارش می‌دهد.
شما خیلی رک و پوست کننده میگم 600 هزار میلیارد تومان پول نفتی که میباید تو دست ما باشه یک چیز کمی الان تو دست ما هست، زیاد در اختیار ما نیست. خب این معلومه فشار میاره به همه ما، خیلی روشن است. ساعتی بعد از آنکه رئیس جمهوری ایران این حرف را در کرمان زد، خبرگزاری مهر گزارش داد که دولت لایحه بودجه سال آینده را صرفه‌جویانه بسته و درآمد نفت را از بودجه جاری حذف کرده. بنابراین گزارش، سازمان برنامه و بودجه برای تأمین جمهوری اسلامی ایران و با توجه به اقتضائات ناشی از تحریم‌های آمریکا، ساختار بودجه کل کشور را اصلاح کرده و لایحه بودجه آماده ارائه به مجلس است. رئیس سازمان برنامه و بودجه قبلا گفته بود که در شرایط سخت تحریم بخش قابل توجهی از منابع بودجه از دست رفته و چاره‌ای نمانده غیر از کاهش اتکا به درآمد نفت، هرچند به گفته او در شرایط عادی هم ضرورت داشت که این اتفاق بیفتد. نفت از نظر اصطلاحات بودجه‌ای یک دارایی سرمایه‌ای هست. ما وقتی نفت می‌فروشیم، نفت خام، در واقع داریم دارایی‌های سرمایه‌مون رو واگذار می‌کنیم. اگر این واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تبدیل بشه به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، یعنی اینا تبدیل بشن به یه دارایی دیگه، اون وقت برای نسل آینده می‌توانیم پاسخ داشته باشیم. قرار شده که درآمد نفت هر چقدر باشد فقط صرف طرح‌های عمرانی شود و از بودجه جاری کاملا حذف شود. بودجه جاری عمدتاً برای حقوق کارکنان و رفاه اجتماعی است، بخشایی که تا همین حالا هم از کمبود بودجه شاکی بودند. همچنین قرار شده که همه هزینه‌ها بازبینی شود با در نظر گرفتن این نکات که هر برنامه‌ای چقدر ضرورت دارد و چقدر میتوان آنها را با برنامه‌های دیگر ادغام کرد یا به بخش خصوصی واگذار کرد. در چارچوب مصوبات شورای مجلس دیروز برای چندمین بار درباره تنظیم بودجه جلسه غیرعلنی داشت. بعد از این جلسه سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت بودجه سال آینده باید عمدتاً بر اساس مالیات، فروش اوراق مشارکت و فروش شرکت‌های دولتی تأمین شود. اما رئیس دولت اذعان کرده که با وجود درآمدهای متفرقه، درآمدی که میتواند کشور را اداره کند پول نفت است. به گفته او بیشترین درآمد مالیاتی که برای سال آینده پیش بینی شده 150 هزار میلیارد تومان است، ولی برای اداره کشور به سه برابر این مبلغ نیاز است. ایران تا قبل از بازگشت تحریم‌های آمریکا طی یک سال گذشته هر روز حدود 2.5 میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد، اما حالا فروش نفتش به مقدار بی‌سابقه‌ای کم شده. به گفته حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس، فروش نفت ایران تا 20 برابر کاهش داشته. در این شرایط سیاستگزاران در ایران دست به کار تغییرات اساسی در تنظیم بودجه شدند، با مقدار زیادی آزمون و خطا که اگر به تصویب نهایی برسد معلوم نیست چقدر از مشکلات موجود کم کند و چقدر مشکلات تازه ایجاد کند. مجید خیام‌دار، بی بی سی. بیش از 4 ساعته که تحقیقات علنی مربوط به استیضاح رئیس جمهوری آمریکا شروع شده. در جلسه علنی امروز 2 مقام ارشد در وزارت خارجه آمریکا به سوال‌های نمایندگان و وکلای 2 حزب دموکرات و جمهوری‌خواهان دارن پاسخ میدن. تصاویر زنده میبینید از این جلسه. در این جلسه موافقان استیضاح سعی کردن با سوال‌های خودشون تصویری از سیاست‌های دونالد ترامپ بسازن که او رو به دنبال سوء استفاده از قدرت نشون میده. مخالفان استیضاح هم سعی میکنن رئیس جمهوری رو به نوعی تبرئه بکنن. سام فرزانه همکارم که حاضر هست در اونجا و دنبال کرده جلسه رو از امروز صبح. سام، اول به اون بگو که در طول این 4 ساعت گذشته چه گذشت؟ چیزی که اتفاق افتاده اینه که ما بیشتر این صحبت‌ها رو که اینها این شاهدها دارن بیان می‌کنن و از قبل می‌دونستیم، به خاطر اینکه همین افراد پشت درهای بسته صحبت کرده بودن و بعد متن صحبت‌های اونها منتشر شده بود. چیزی که اتفاق جدید اومده بیرون و یک اطلاع جدید هست اینه که سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا که از همپیمانان و نزدیکان آقای ترامپ هم بوده،
و یکی از کسانی بوده که داشته سعی می‌کرده اوکراین رو متقاعد بکنه که به خواسته های رئیس جمهوری آمریکا تن بده. این گفته که بعد از یک گفتگوی تلفنی با آقای ترامپ گفته بوده که آقای ترامپ بیش از هر چیزی می‌خواد مطمئن بشه که اوکراین در مورد پسر جو بایدن که رقیب احتمالی آقای ترامپ هم هست درباره او تحقیق خواهد کرد. از این جهت این مسئله مهمه، چون تا الان این گفته نشده بود و احتمالاً این سفیر گوردون سانلند که بعداً هفته آینده قراره که صحبت بکنه در همین ساختمون، او مجبور میشه که در مورد این برداشتش از صحبت‌های آقای ترامپ هم پاسخ بده. اما نکته دیگه‌ای که جالب بود این بود که چون این اولین جلسه استماع هست، برای اولین بار ما دیدیم که روش این تحقیقات به چه شکله. اول هر کدام از دو کسانی که اومده بودن برای شهادت، اونها شهادتشون رو دادن و بعد از اونها سوال‌هایی پرسیده شد توسط وکیلی که هر کدوم از دو تا حزب انتخاب کرده بود. این وکیل‌ها کسانی هستند که نماینده مجلس نیستن اما استخدام شدن از طرف یکی از دو حزب و اینها متخصص پرسیدن سوال هستن، متخصصن که با پرسیدن سوال روایتی رو ایجاد بکنن که اون روایت مورد قبول دست کم حزب و دسته خودشون است. اما اجازه بدید قبل از هر چیزی بریم حالا سراغ این که ببینیم مثلا چرا رئیس جمهوری آمریکا الان توی یک همچین وضعیتیه که میخواد استیضاح بشه. تماس تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین آغازگر همه چیز بود. آقای زلنسکی در آن تماس تلفنی سراغ کمک‌های نظامی وعده داده شده آمریکا را می‌گیرد که کنگره تصویب کرده بود. آقای ترامپ در پاسخ می‌گوید من هم یک خواهشی دارم. او از همتای اوکراینیش می‌خواهد که درباره شایعه‌ای تحقیق کند، اینکه هک کردن کامپیوترهای دموکرات‌ها در جریان انتخابات پیشین کار اوکراین بوده و نه روسیه. خواسته دوم آقای ترامپ هم این بوده که اوکراین تحقیقات درباره پسر جو بایدن را آغاز کند. جو بایدن قوی‌ترین رقیب انتخاباتی آقای ترامپ و معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکاست. پسر جو بایدن عضو هیئت مدیره یک شرکت اوکراینی بوده که آقای ترامپ و اطرافیانش میگویند با کمک پدرش از تحقیقات فساد در رفته است. مکالمات رئیس جمهوری آمریکا را گروهی از کارشناسان مسائل امنیتی گوش می‌کنند. خلاصه از گفتگوها هم ثبت می‌شود. یکی از کسانی که بعداً متن این گفتگو را خوانده شکایت کرده که رئیس جمهوری برای منافع شخصی و سیاسیش کمک‌های اختصاص داده شده کنگره به اوکراین را گرو گرفته است. این شکایت به دست مجلس نمایندگان آمریکا می‌رسد و مبنایی برای آغاز تحقیقات استیضاح رئیس جمهوری می‌شود. در تحقیقات اولیه شاهدان به نمایندگان کنگره گفتند که رودی جولیانی وکیل شخصی دونالد ترامپ پیگیر سیاست‌های آمریکا درباره اوکراین و فشار به این کشور بوده. به جز رودی جولیانی، گوردون ساندلند سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا و کورت ولکر فرستاده آمریکا در امور اوکراین هم به نظر می‌رسد که از این کارزار فشار به اوکراین آگاه بودند. رئیس جمهوری آمریکا و هوادارانش میگویند این تماس تلفنی و خواست‌های مطرح شده به معنی گروکشی از اوکراین نبوده و دموکرات‌ها را به سیاسی کاری و انتقام‌گیری از شکست در انتخابات پیشین متهم می‌کنند. سام همچنان با ما. سام برامون بگو که جمهوری‌خواها عملاً برای اینکه جلوی دموکرات‌ها را بگیرند و مطمئن بشن که این استیضاح اتفاق نمی‌افته، اونها چه استراتژی دارند؟ جمهوری خواهان مهمترین استراتژی که تا الان داشتن این بوده که یک نفر رو از یکی دیگه از کمیته های مجلس نمایندگان بیارن و توی این کمیته بگذارن که مسئولیتش همین تحقیقات مربوط به استیضاح هست. یک نماینده ای است به نام جیم جوردن، خیلی بیان تندی داره، خیلی با هیجان صحبت میکنه، کتم نمیپوشه، مش روی میز میکوبه و او رو آوردن برای اینکه با سوال های پیاپی که میپرسه، برای اینکه با روایتی که میتونه بسازه از سوال های پشت سر هم خودش میتونه کمک بکنه به اون در واقع برداشتی که جمهوری خواها دارن از ماجرا. اونا میخوان این ماجرا رو اینطور تعریف بکنن که رئیس جمهوری آمریکا اگر به دنبال چیزی بوده، اون حل مشکل فساد در اوکراین بوده و میگن که رئیس جمهوری آمریکا این کار رو به خاطر فساد انجام داده. برای اینکه این رو بگن چیکار میکنن، میان سوال میپرسن در مورد پسر جو بایدن، اینکه چه تخصصی داشته که مثلا عضو هیئت مدیره یک شرکت بزرگ بوده، ماهی 50,000 دلار مثلا درآمد
داشته، چه کار بلد بوده که این کارو کرده. دارن ایجاد شک میکنن در مورد پسر جو بایدن و بعد میپرسن چرا آقای بایدن زمانی که معاون رئیس جمهور بوده فشار آورده بوده به مقام‌های اوکراینی برای اخراج یکی از دادستان‌های این کشور. آیا ربطی وجود داره؟ اون دادستان می‌خواسته در مورد پسرش تحقیقاتی انجام بده یا نه؟ خط دیگه‌ای که جمهوری‌خواهان پیش گرفتن اینه که بگن که خواسته هایی که دموکرات ها میگن هیچ وقت اتفاق نیفتاده، یعنی اینکه اوکراین هیچ وقت تعهد نداده که میخواد مثلا در مورد آقای بایدن تحقیقاتی بکنه. کمک های نظامی هم که کنگره تصویب کرده بود که به اوکراین داده شده. پس ناراحتی و نگرانی شما چیه؟ خطایی اتفاق نیفتاده که شما میخواین به خاطرش مجازات بکنین؟ در پاسخ دموکرات ها دارن سعی میکنن بگن که رئیس جمهور قصد کار خلاف داشته و داشته این کار رو انجام میداده، در نهایت با آگاهی سناتورهایی در سنای آمریکا بوده که این کمک ها پرداخت شده و اینکه دولت آمریکا خبردار شده بوده که یک نفر از دستگاه های امنیتی شکایتی مطرح کرده در مورد آقای ترامپ و به همین دلیل بوده که آقای ترامپ در واقع پول رو پرداخت کرده و کل ماجرا رو کنسل کرده، لغو کرده اون در واقع گروکشی که بوده. ممنونم از سامسام فرزانه، همکارم از کنگره آمریکا. اتحادیه ناشران ایران با انتشار بیانیه‌ای از لغو مجوز آثار یوال نو هراری و الیف شفق خبر داد. همزمان برخی از ناشران و نویسندگان در ایران از محدودیت‌هایی برای انتشار آثار خود و نیز شیوه‌های تازه‌ای در ممیزی کتاب خبر دادند. فنوش امیشایی نگاهی کرده به محدودیت‌های نشر در ایران. نمی‌توان هم اونچنان سخت گیرانه عمل کرد و سوگرایانه که برای مؤلف و ناشر هر روز زحمت و ورود در کوچه‌های پرپیچ و خم در برابر اونها قرار داد. از این صحبت‌های حسن روحانی 3 سال بیشتر نگذشته، اما حالا ناشران و نویسندگان میگویند محدودیت‌های چاپ کتاب آنها را به بن‌بست کشانده. در دور جدید ممیزی‌های وزارت ارشاد، تجدید چاپ آثار ترجمه شده یووال نو هراری و الیف شفق، دو نویسنده مطرح بین‌المللی، ممنوع شده. آقای هراری در دانشگاه اورشلیم یا بیت المقدس تدریس میکنه. آقای هراری اسرائیلی است. همه این خط قرمزهای خودساخته که جمهوری اسلامی برای خودش میسازه و اون رو به حوزه‌های ورزش و دانش و نشر و همه چیز هم تسری میده. خبر لغو مجوز این کتاب‌ها را اتحادیه ناشران اعلام کرد، اقدامی که شاید قبلاً از یک نهاد صنفی بعید بود. اینکه به نظر میرسه این اطلاعیه جلب توجه گروه‌هایی هم هست که وقتی کتابی پرفروش میشه اون رو به صورت قاچاق و غیرقانونی منتشر میکنن در ابعاد وسیع و کیفیت مثال زدنی و بسیار بالا. سانسور در ایران موضوع تازه‌ای نیست، اما نحوه برخورد با نویسندگان و ناشران جدید است. جدیداً در بخش ممیزی مد شده به ناشران دستور می‌دهند که مترجم در مقدمه‌اش این جمله را اضافه کند: به نظریات این کتاب و نویسنده نقدهای فراوانی وارد است. حرف‌های این ناشر یعنی سانسور قبل از چاپ به بعد از انتشار هم رسیده. خط قرمزهای چاپ کتاب در ایران مشخص نیست، اما ناشران و نویسندگان به تجربه حساسیت‌های وزارت ارشاد را حدس می‌زنند. روزنامه اعتماد مهر امسال در گزارشی بعضی از این ممنوعه‌ها را منتشر کرد. مواردی مثل حذف اصطلاح شیر مادر خوردن نوزاد یا ممنوعیت ترجمه کتاب درباره کره شمالی و همینطور لغو مجوز رمان‌ها و کتاب‌هایی با موضوع یهودیت. دولت روحانی در اولین سالهای ریاست جمهوری او وعده داد که بساط سانسور کتاب را جمع می کند. کارهایی هم کرد، از جمله اصلاح برون سپاری ممیزی که با انتشار قراردادی میلیاردی میان وزارت ارشاد و یک مؤسسه بی‌نام و نشان افشا شد. اما بسیاری گفتند دولت سانسور را خصولتی کرده، یعنی نیمه خصوصی و دولتی. از طرف دیگر گروهی میگویند مسئولان میخواهند ناشران را هم به مامور سانسور تبدیل کنند. گاهی فهرستی مثل این چنین گمانه‌ای را تقویت کرده. لیستی که ویراستار یکی از مؤسسه‌های انتشارات کتاب‌های کودکان منتشر کرد
و گفت ناشر از او خواسته این موارد رو هنگام ویراستاری در نظر بگیره. کلمه ها و اصطلاحاتی مثل رقص، روابط دختر و پسر، توصیف احساسات و خیال پردازی، رنگ کردن مو، کلمات و کارهای مربوط به دستشویی رفتن و اشاره به نظریه تکاملی داروین. ممیزی کتاب‌ها در ایران زیر نظر معاونت فرهنگی وزارت ارشاد است، اما کسی به بررس‌های ارشاد دسترسی ندارد. در بسیاری مواقع پیش آمده که یک کتاب بنا به سلیقه و تشخیص افراد از سوی دو بررس مختلف سرنوشت متفاوتی پیدا کردند. شما یک جاهلخونه در ارشاد درست کردید، یه مش خوارج و هوازن‌ها رو ریختید اونجا، کتاب رو خفه می‌کنید، حالا مدعی تمدنم هستی؟ دولت و وزیر ارشاد میگویند که مخالف محدودسازی‌اند، اما در عمل آنچه پیش آمده دور جدیدی از فشار بر نویسندگان و ناشران و اضافه شدن فهرست نبایت هاست. وضعیتی که در کنار گرانی کاغذ و افت تیراژ کتاب حال نشر را در ایران بدتر کرده. فرنوش امیرشاهی، بی بی سی. امیر حسن چهلتن، رمان نویس از ایران به ما پیوسته. آقای چهلتن، آیا شما خودتون هم در برخوردهاتون یا با ناشرهای کتاباتون که صحبت میکنید این مسئله رو تایید میکنید که کم و بیش ممیزی مقداری محکمتر شده؟ با درود بر شما، من گمون نمیکنم که قبلا ملایمتر بوده سانسور و حالا محکمتر شده. تجربه خود من که 40 سال کشمکش مدام با وزارت ارشاد بوده و اولین تجربه من برمیگرده به سال 1362، در واقع موقعی که سومین کتاب من که اولین رمانم بود و اولین کتابم در جمهوری اسلامی در چاپخانه توقیف شد و پخش او به 20 سال بعد موکول شد. یعنی چنین تجربه‌ای رمان از گذشته دارم و این تجربه تلخ در دوره‌های مختلف به شکل‌های گوناگون تکرار. اگر اینکه شما می‌فرمایید که محدودیت‌های جدیدی وضع نشده، پس چطور هست که مثلا کتابی که چند ده بار تجدید چاپ شده، مثل کتاب‌های همین آقای حراری و همینطور کتاب‌های الیف شفق، چه میشه که اینها هم به ناگهان اجازه چاپشون گرفته میشه جلو چاپشون؟ ببینید، باز عرض میکنم تازگی نداره. من کتابهای خودم، تمام کتابهای من در زمان دولت احمدی نژاد مجوزهاشون لغو شد و اونها نتونستن منتشر بشن تا زمانی که دولت روحانی تشکیل شد. در دهه 60 گروههای فشار امکان انتشار کتابها و نشریاتی را که مورد علاقه حکومت نبود نمیدادن. بعد در سال 62-63 سانسور کتاب کاملا رسمیت پیدا کرد. حتی در دهه 70 به دفتر ناشری که کتابی با مجوز رو منتشر کرده بود حمله شد و اونجا رو با آتش کشیدن، نشر نقره. اینها هیچ کدوم تازگی نداره، در این 40 سال تکرار میشه. سانسور در ایران لایه‌های متعدد و متنوعی داره. تازه برخی از کتاب‌هایی که اجازه نشر می‌گیرن و منتشر میشن در تمام این سال‌ها گاه دیده شده که از نمایشگاه کتاب تهران حذف شدند. یعنی دستور آمده که این کتاب‌ها نباید اونجا ارائه بدن. کتاب‌های شما در دولت آقای روحانی دوباره منتشر شدن؟ دوباره درست توانستن. پس اون چیزی که شما میگید اینه که اصلا حساب و کتابی وجود نداره؟ اصلا. تجربه شخصی من که چنین چیزی میگه. و تازه تمامی کتاب‌های من که در دوره احمدی نژاد منتشر شد نتونست به تمامی در دوره روحانی مجوز انتشار بگیره و کتاب‌های جدید من در 15 ساله اخیر که هیچ کدام نه در دوره احمدی نژاد و نه در دوره دولت روحانی نتونستن مجوز انتشار بگیرن. یک گزارشی بیرون اومد مبنی بر اینکه وزارت ارشاد مسئله ممیزی رو برون سپاری کرده یا به نوعی آوتسورس کرده، در اختیار افرادی بیرون از وزارت قرار داده، قراردادی منتشر شد.
آیا چنین چیزی رو شما با ناشرانی که صحبت میکنید صحت داره و برون سپاری شده این مسئله؟ بله، من در مطبوعات ایران دیدم که منعکس شده چنین چیزی، مشخصا در روزنامه شهر گزارشی داده شده بود. احتمالاً یا حتماً این مسئله درسته، ولی ببینید اینا مسئله سانسور رو بسیار پیچیده کردن. سانسور میتونه با کتاب، میتونه همون رفتاری باهاش بشه که داره با روزنامه میشه، یعنی کتاب‌ها آزادانه منتشر بشن و بعد اگر شاکی خصوصی وجود داشت، او مثل هر شکایت دیگه‌ای دادگاهی مناسبی با حضور هیئت منصفه میتونه به موضوع رسیدگی بکنه، و اگر احیاناً کتاب بر علیه قوانین بود، خب میتونه دادگاه دستور جمع‌آوری اون کتاب رو بده، ولی قصاص قبل از جنایت و آدم‌های ناشناسی که ما نمیدونیم کی هستن. در مورد نتیجه اندیشه و تخیل صاحبان تفکر و هنرمندان این مملکت نظر میدن که این بسیار توهین‌آمیزه. ببینید در واقع هیچ کجای دنیا چنین کاری رو نمی‌کنن. حتی در همسایگی ما کنترل و نظارت کتاب در پیش از چاپ نه در افغانستان وجود داره و نه در عراق. بعضی از نویسندگان ایرانی برای فرار از سانسور کتابشون رو به افغانستان میفرستن تا چاپ بشه. این بسیار زشته. ممنونم از وقتتون آقای چهلتن. میدونم که دل شما بسیار پره و صحبت ها بیشتر، اما وقت ما محدود. امیر حسن چهلتن، رمان نویس از ایران. فردا در یکی از حساس‌ترین مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 قطر در قاره آسیا، تیم‌های ملی ایران و عراق در عمان پایتخت اردن با هم دیدار می‌کنند. این مسابقه قرار بود در بصره برگزار بشه، ولی به دلایل شرایط امنیتی عراق با حکم فیفا به اردن منتقل شد. در حال حاضر عراق با 7 امتیاز در صدر گروه، بحرین با همین تعداد امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفته و ایران با 6 امتیاز سوم. پوریا جعفره همکارم از عمان در اردن با ماست. پوریا، بهمون بگو وضعیت چطوره؟ عراقی ها آیا حس در واقع دور بودن از خونه میکنن اونجا؟ خب مشخصا استادیومی که قراره که بازی توش برگزار بشه، استادیوم بین المللی شهر عمان اینجا در اردن، کوچیکتر هست از استادیوم بصره. اون 60 خورده هزار تماشاگری که قرار بود یک محیط ترسناک به قول مربی تیم ملی عراق برای ایرانی ها ایجاد بکنن، حاضر نخواهند بود. ولی که انتظار میره که استادیوم اینجا در اردن هم با وجودی که همزمان تیم اردن مسابقه داره با استرالیا، وقتی که ایران و عراق با هم دیگه بازی میکنن، پر باشه از هواداران تیم ملی عراق. امروز هم که ما رفته بودیم سر تمرین، بعضی از اونها اومده بودن که روحیه بدن به تیمشون. خلاصه اینجا احساس خونه بودن میکنن. از زمان صدام حسین تا به حال تعداد عراقی‌های زیادی هستن که اومده بودن به اردن، و اونها میتونیم انتظار داشته باشیم که در این مسابقه فردا حضور داشته باشن. و در جلسه کنفرانس خبری که امروز برگزار شد، تو اونجا شرکت کردی، خودت سوال پرسیدی، اما آیا خبرنگارهای دیگه ایرانی هم اونجا هستن؟ اصلا نبودن، هیچ کس از ایران وجود نداشت. فکر میکنم دو تا دلیل عمده داره. یکی این که اردن یه مقدار سختگیر هستش، از روابط زمان پادشاه این کشور در زمان صدام حسین تا برسیم به همین الان امروز، از نظر سیاسی همچین کشور دوستی هست با ایران، ولی کن یه مقدار سختگیر در حضور ایرانی ها به اینجا. و اینکه فیفا خیلی منتظر وایساد تا ببینه که شرایط امنیتی عراق بهتر از این خواهد شد، و بعد لحظه آخر تصمیم گرفتن که دیگه به نتیجه رسیدن، دیدن که اوضاع امنیتی عراق طوری نیستش که اونجا بتونن مسابقه رو برگزار بکنن. برای همین خیلی فرصت کمی داشتن که خبرنگارای ایرانی بتونن ویزاشون رو در عرض این مدت جور بکنن و مقدمات سفر رو درست بکنم. خیلی عجیب بود، ما تنها کسی بودیم که اونجا موفق شدیم که سوال به زبان فارسی بپرسیم. پویا، بازی بسیار حساسیه برای ایران. عملا ایران جایگاه اصلا خوبی در این گروه خودش نداره. چه پیش بینی می‌کنید؟
پیش بینی که خب همیشه بازی ایران و عراق بازی سختی بوده، نگاه میکنیم به 40 سال گذشته همیشه مسابقه های این دوتا کشور یا مساوی بوده یا یه تیم تونسته با اختلاف یه گل برنده بشه و الان هم با توجه به باخت ایران جلوی بحرین دست بالاتر با عراقی هست. اگه که عراق مسابقه رو ببره خب 4 امتیاز جلو بیفته از ایران در آستانه دور برگشت و ایران حتی اگه بتونه هم بحرین رو شکست بده هم عراق رو شکست بده در استادیوم آزادی باز هم کار سختی خواهد داشت. یعنی دیگه میشه گفتش که حاشیه امنیت ایران برای رسیدن به جام جهانی به حداقل خودش میرسه. البته با شرایط مشابهی روبرو بوده اتفاقا در انتخابی جام جهانی 2006 که ایران در نهایت تونست به اون جام جهانی بره، همینجا در اردن ایران احتیاج داشت که مسابقه خودش رو ببره. اونجا اگه اشتباه نکنم 2-0 اردن رو شکست دادن در حضور پادشاه اردن با گل‌های علی دایی و نیکبخت واحدی در اون زمان. البته حالا نگاه دقیق تری بخوایم بکنیم از نظر فنی به وضعیت دوتا تیم، من یه گزارش آماده کردم از کل اتفاقایی که امروز افتاد از نشست اولی گرفته تا تمرینات دوتا تیم، هم تیم ملی ایران و هم تیم ملی عراق که ما اونجا حضور داشتیم، اون رو با هم دیگه ببینیم. تک جلسه تمرینی تیم ملی ایران در عمان برای مسابقه انتخابی جام جهانی با عراق. ایران که در بازی آخر جلوی بحرین موفق نبود میخواهد این بار جبران کند. بازگشت به تهران با امتیاز کار صعود در آستانه دور برگشت را آسان تر خواهد کرد و بهترین وسیله برای گرفتن امتیاز گل زدن، مهارتی که خط حمله ایران ثابت کرده تواناییش را دارد. میماند چطور ایجاد کردن فرصت ها که برنامه ریزی آن در عهده کادر فنی است. مارک ویلموت سرمربی بلژیکی ایران میداند بر اساس نتایج چنین مسابقه های قضاوت خواهد شد. او در جواب سوال من در مورد اهمیت مسابقه گفت: Tout d'abord l'importance. L'importance des matchs, on en est tous conscients. مهم اینه که ما آماده کامل داریم و نباید نتیجه منفی بگیریم. البته برد و باخت بخشی از بازی فوتباله. اما آمادگی و توانایی حرف اول رو میزنه. ما با همین نگاه برای کسب امتیاز تلاش میکنیم. سعی میکنیم در 4 بازی باقی مونده جایگاهمون تو جدول بالاتر بره. ما 3 بازی تو خونه خودمون داریم. برای من البته همه مسابقات مهمه. بنابراین پاسخ سوال شما بله است. ما حرفه‌ای بازی میکنیم و مثل هر مسابقه دیگه با آمادگی کامل به میدون میریم. Mais on les prépare de la même manière professionnelle qu'on prépare tous les autres. کاپیتان تیم ملی ایران هم به آینده تیمش امیدوار است. برای هر مربی که تازه از راه میرسه و یه تیمو دست میگیره خیلی سخته اینکه بازیکناشو بشناسه و زمان لازم داره، به خصوص توی تیم ملی، چون باشگاهی شما مدت زیادی رو میتونی بازیکنات در اختیار داشته باشی، ولی توی تیم ملی تایم خیلی کوتاه. این موضوع در مورد آقای ویلموتس هم صدق میکنه، ولی من فکر میکنم با توجه به مدت کوتاهی که ایشون بودن و نتایجی که گرفتیم بهترین بازی داشتن و نشون دادن که توی این مدت کوتاه شناخت خیلی خوبی از بازیکن‌ها داشتن و مطمئنن در دورهای بعدی یعنی در آینده این تیم با ایشون حتما بهتر هم خواهد شد. عراق که در این لحظه صدر گروه را در اختیار گرفته علی‌رغم از دست دادن امتیاز میزبانی حریف آسانی نخواهد. حضور بعضی ملی پوشان عراق در لیگ ایران در سالهای اخیر به این معنی است که آنها از نقاط ضعف و قوت ایرانی ها شناخت خوبی دارند. برگزاری جام جهانی در آسیا و در خاورمیانه باعث شده تیم‌های این منطقه انگیزه مضاعفی برای شرکت در بزرگترین تورنمنت فوتبالی جهان داشته باشند. اتفاقی که شاید در زندگی ورزشی آنها فقط یک بار بیفتد. آخرین آمادگی‌های تیم ملی فوتبال عراق برای مسابقه حساس انتخابی جام جهانی جلوی ایران، تیمی که در سال‌های اخیر بارها بارها در مسابقات مختلف ایران رو آزار داده. این یکی از آخرین فرصت‌هاست که عراق بتونه امتیازات کافی رو برای صعود از گروه کسب بکنه. چرا که در دور برگشت از 4 مسابقه‌ای که وجود دارن ایران 3 تا رو در خانه برگزار خواهد کرد. پوریا جعفری، BBC، عمان. به پایان 60 دقیقه امشب رسیدیم. ممنون که BBC فارسی را انتخاب کردید.